فضای سختی بود، مخصوصا اون لحظه که قرار بود من رو بذارن توی کمد سردخونه. مثلا اینجوری کنم خوشبخشن خوشحالشن. یکی از کسایی که فوت کردن رو بتونید زنده کنید؟ برادر. من فقط یادم زنگ زدم به بابام گفتم من دارم میرم تهران. سلام به پدر خانم جوان دلشاد. تنها اتفاقیه که این روزها یکم خوشحالمون کرد. خب همچنان در حاشیه تئاتر شام و خداحافظی هستیم و گفتگویی دارم با یکی از بازیگرای جوان تئاتر سینما و تلویزیون، سرکار خانم جوانه دلشاد. خوبی خانم؟ متشکرم. سلام میکنم خدمت تیوی پلاسی های عزیز و پرطرفدار. سلامت باشید. یه ذره میخوام راجع به این تئاتر جذابتون با هم صحبت کنیم. چقدر طنزهای لحظه‌ای داشت، چقدر حال مردم خوب بود و یه ذره رفاقت رو معنا میکرد برامون. تئاتر شام خداحافظی برای من تجربه خوبی بود چون من تئاتر طنز کار نکرده بودم و این روزا دارم به این فکر میکنم که چقدر خوبه این انرژی رو توی صحنه دریافت میکنم و کلن حالمون همه با هم خوبه توی این کار. برای همین فکر میکنم این انرژی و تماشاگرام دریافت میکنن، متوجه میشن و به ما برش میگردونن. توی این چند وقت واکنش های مردم چجوری بوده خانم دلشاد؟ جدا از حالا دوستای خودم، خانوادم، همکارانم و اینا، پیام هایی که از مردم دریافت کردم فوق العاده. یه ذره میخوایم با روند این که اثر شما از چه طریقی وارد دنیای جدیه حالا سینما یا تلویزیون شدید ما آشنا بشیم. من که تئاتر توی رشت کار کردم، کار تصویر اولم، ولی با آقای مهران مدیری بود و ایشون در واقع شما رو دیدن و انتخابتون کردن. یک سالی من داشتم سریال قلب یخی رو تماشا میکردم تلویزیون، همون لحظه گفتم کاش من این سریال بودم. آخه مگه میشه؟ یعنی میشه من جلوی آقای مدیری بازی کنم؟ خیلی برام اتفاق جذابی بود. هنوزم که هنوزه برام اتفاق جذابه و هنوز که هنوز حال اون موقعمو دوست دارم. یهو موبایلم زنگ خورد، دیدم که مثلا یوسف وجدان دوست دستیار آقای مهران مدیر. گوشی رو برداشتم، گفتش که شما باید بیاین تهران برای تست. آقای مدیری گفتن که مثلا بیاین. من فقط یادم زنگ زدم به بابام گفتم من دارم میرم تهران. یادم اون موقع اجازه نه، فقط بابام گفت چی داری میری تهران؟ انقدر محکم گفتم که پدرم گفتش که منم میام همراهت. و اومدن و دیگه نتونست بگه نه. سلام به پدر خانم جوان دلشاد. واقعا اون لحظه نه نگفتم. نمیتونست بگه شاید، بنده خدا. و اسم و فامیل باحالی هم دارید، جوانه دلشاد. فلسفه ای داره انتخابش؟ حالا خودتون شنیدید که اصلا چرا اسمتون شده جوانه؟ پدرم انتخاب کرده، ولی جوانه به هر حال سمبل گل دیگه، فلسفه زندگیمه. یعنی همیشه سعی میکنم لبخند روی لبم باشه. خیلی هم عالی. یه استوری فکر میکنم دیروز رفته بودین رو صفتون از خانومایی که به استادیوم رفته بودن. آره. خودتون آره همین الان تو چهرهتون چه حسی داشتید و خودتونم میرید ورزشگاه بشه؟ حتما میرم. فکر کنم تنها اتفاقیه که این روزها یکم خوشحالمون کرده. 20 شهریور تولدتونه. تولدتون از همین الان تبریک عرض میکنم خدمتتون. ما از شما میخواییم که یه سری کادوهای فانتزی به خودتون بدید. ملاقات با چه شخصی رو به خودت کادو میدی؟ من خیلی وقت خانوادم رو ندیدم، دوست دارم که پدرم ببینم، پدر و مادر. بلیت سفر به کجا رو به خودتون هدیه میدید؟ سفر به آفریقا. این چرا؟ حیوانای هیجان انگیزی داره، دوست دارم ببینمش. هم بازی شدن با کدوم بازیگر؟ با آقای جانی دپ. خب مطمئنم خیلی دوست دارم، خیلی از بازیگرای خارجی ولی جانی دپ. و آقای دیکاپریو. اینکه یه قابلیت جادویی داشته باشید، مثلا مثل پرواز کردن، چه قابلیت جادویی رو به خودت میدی؟ انرژی منفی از آدم ها دور کنم. چقدر خوب. مثلا اینجوری کنم خوشبخشن خوشحالشن.
یکی از کسایی که فوت کردن رو بتونید زنده کنید. برادر. آخه روحشون شاد باشه. متشکرم. چند ساله بودید که؟ من دوم راهنمایی بودم، یادم اون موقع که راهنمایی بود. برادرم ولی 15 ساله بود، من 12 سالم بود. فوت چی شد که ایشون به رحمت خدا رفتن؟ توی دریا غرق شدن. ماها خودمونو به تقدیر عادت میدیم دیگه، ولی به هر حال یه روزای خاصی مطمئنان آدم حالش بد میشه، به این موضوع فکر میکنه، ولی دست تقدیر دیگه، چه کنی؟ خیلی عجیب بود برام. یه نقشی رو بازی کردید، نقش کسی که فوت کرده، حالا تو صفحتونم من دیدم که پنبه تو بینیتون بود و اینا. خودتون چقدر اون لحظه حس کردید که این مرگ میتونه برای خود من واقعی باشه؟ یه چیزی بگم، من بعد از فوت برادرم که حالا 12 سالم بود از دستش دادم، کلن جهان بینیم به زندگی تغییر کرد. اگه میبینی مثلا گاهی لبخند روی لبمه و اینا، من خودم احساس میکنم نسبت به آدمهای اطرافم، دوستام، همکارانم، خیلی از آدمهایی که میبینم جهان بینیم واقعا فرق میکنه. این که من خودم به شخص قدر زندگی رو بیشتر از اطرافیانم میدونم، شاید به خاطر اینکه توی بچگی عزیزترین کسامو که هم اتاقیم بود، ما همیشه با هم بودیم، دوست صمیمی من بود، برادر من بود و اینا، توی بچگی از دست دادم. احساس میکنم به خاطر این موضوعه که من از همون موقع قدر زندگی رو بیشتر میدونم. بیایم راجع به اون صحنه و سکان صحبت کنیم با هم. چون شما که میخندیدید حالا اون لحظه، اون لحظه فقط داشتم سعی میکردم این فضا رو از خودم دور کنم، چون خیلی فضای سختی بود، مخصوصا اون لحظه که قرار بود من رو بذارن توی کمد سردخونه. چه حسی داشتید اون لحظه؟ احساس خفگی، من فوبیای کلن جای تنگ و دارم، جای تنگ و تاریک. همین که این زیپ رو میکشیدم بهشون گفتم تو رو خدا بگیری نمیتونم نفس بکشم. خیلی لحظه سختی بود، ولی سعی میکردم با طنز بگذرونمش. اگر جمله‌ای دارید برای مردم که بیان تئاتر شام خدافظی رو ببینن، بگید برامون. ما خیلی داریم روز صحنه تر زحمت میکشیم، دوست داریم شما این زحمت ما رو ببینید، دوست داشته باشین. تئاتر خیلی سخته، ولی به کمک شما و انرژی شما این خستگی ما در میاد.